هر کدوم از ما در مقابل کوچکترین ظلمی که میبینه مسئولیت داره، اما مسئولیتش این نیست حتما عکس‌العمل نشون بده. همین که ناراحت باشه یه نوع عکس‌العمله. اونجایی که بتونه جلوگیری کنه و اونجایی که ظلم انقدر مهم باشه و تضییع انقدر اثر داشته باشه در زندگی ها، اونجا باید عمل کنه. حدیث یک بلاگر کتاب هست، پلیس امنیت اخلاقی. چند تا من سایت نشون بدم به شما دارن در حق مردم اجحاف میکنن، اون امنیت اخلاقی رو رعایت میکنن؟ من به عنوان کسی که 7 سال کار ریاضی و فیزیک کردم دارم به شما میگم اینها از هر دغلکاری دغلکارترن. میگن بیاید سر کلاس ما بشینید، وارد دانشگاه بشید. چند تا پیج اینستاگرامی به شما نشون بدم که فساد رو به انواع مختلف دارن ترویج میدن. تقاضا میکنم پیج اینستاگرام خانم حدیث و همه اون کسانی که دارن کار فرهنگی سالم میکنن رو باز کنید، بهشون پس بدید. این تقاضاست. خدا جای حق نشسته، دست من و دیگران بسته نیست. آه مظلومه اگر این افرادی که آدمهایی هستن که بهشون ظلم میکنید و چون حیا دارند مثل اون کسانی که یه جور دیگه برخورد میکنن نیستن، بیشتر ظلم میکنید، برگردونید تو این روزها ببینید سرنوشت ظالم ها رو، از حوادث عبرت بگیرید. اینها بهترین آدم های این مملکتن. دانشجوها رو آزاد کنید، زندانی های سیاسی رو آزاد کنید. بابا اگر اون رهبرتون که یه حرفی زده راست باشه، میگه در این نظام آزادی بیان وجود داره، اینها رو آزاد کنید. اون کسانی که در اعتراضات بودن به شخصی صدمه نزدن، اینها هر روز که اونجا هستن ظلم بهشون، آزاد کنید. انقدر به مردم ظلم نکنید.